بری چیزها رو. ولی مهمش این است که به نظر من هر آدمی در زندگیش بیاموزه و دائما در حال تحول و شدن باشه. ایستایی خیلی بده، چون مثل مرداب آدم میگنده اگر قرار باشه یه جایی بیسته و حرکت کنه. نه، من همچین تعبیری ندارم. ندارید. خب دکتر سازگار، فکر نمی کنید که تصادفا همین رفتن به دنبال باور مشکل ساز بوده به جای رفتن به دنبال آرمان‌های متکی بر خرد و عقلانیت؟ نه، باور به معنی اهمش من به کار میبرم، نه به معنی الزاماً ایمان دینی. باور من، شما یا هر آدم دیگه‌ای، مجموعه ای از تجربیات، دانش‌ها، کشف و شهودها و اعتقادات، همه در وجود هر آدمی بالاخره با هم ترکیب میشه و یک باوری رو ایجاد میکنیم. باور بیشتر از جنس اندیشگیه. من البته الان دیگه تفکر دینیم به گونه ایست که معتقدم باورهای دینی هم نهایتاً ذیل عقل قرار میگیرن و دینداران هم تصور میکنن که باورشون رو از جای دیگری میارن. به هر حال اون هم از فیلتر عقلشون رد میشه، عقلشون هم متأثر از سایر حوزه های عقلانی بهشون دیکته میکنه، حوزه های علم و فلسفه و آداب و رسوم و فرهنگ و غیره. بنابراین باور من معنی اهمش به کار دارن، آنچه که در دستگاه فکری شما نهایتا پرورده میشه و تصویر شما میشه از زندگی، ایدئالاتون میشه برای آینده، خودتون، خانوادتون، اجتماعتون و انواع اقسام شاخه هایی که داره این باور داره. اگر باورهای گذشته شما رو صد بگیریم، فکر میکنید الان اشاره کردید به اینکه تحولی در شما پدید آمده از نظر مذهبی، چه میزانش رو از دست داد؟ از دست دادن شاید لغت مناسبی نباشه، من ترجیح میدم تغییر و تحول رو برش به کار ببرم. و دینگوریز که نشدی؟ نه اصلا دینگوریز نشدی؟ نه اتفاقا من فکر میکنم، من شخصا مثلا خودم تاریخ که خوندم خیلی به هم کمک کرد تا حوادث عالم رو پیچیده تر از اونی که به نظر میرسه بفهمم. و اون وقت این باور بیشتر درم تقویت شده که این عالم خیلی پیچیده تر از اینی که ما در نگاه ظاهر میبینیم اداره میشه و خیلی چیزا دخیلن تا یک حادثه شکل میگیره. انواع اقسام حوادث طبیعی و غیر طبیعی و تاریخی و غیر تاریخی و غیره. به هر حال اراده آدم ها موجود چند وجهی و چندگانه است. من به هر حال اگر بخوام بگم نسبت به جوانی تغییر کردم، در خیلی زمینه ها پدوست شدی؟ درصد اگه بخوام بگم نمیدونم، شاید 80% عوض. 80% عوض شد. ببینم، سعی کردید دین رو زمینی فرمودید تاریخ، یعنی سعی کردید که دین رو زمینی کنید؟ دین به هر حال به نظر من، چه دینداران خوششون بیاد چه بدشون بیاد، درسته که فردی به نام نبی پیامبر میره و تجربیات مابعد و طبیعی میکنه، تجربه‌ای که هر انسان غیر نبی هم ممکنه بکنه، تجربیاتی که از جنس مشاهدات عادی روزمره ما نیست. اگرچه به نظر من جای ما که عوض میشه در دانشمون، حوزه طبیعت و مابعد و طبیعی هم عوض میشه، یعنی چیزی که ممکنه قبلاً مابعد و طبیعه تصور میشد، مثلا با کشف ژنتیک امروزه کاملا طبیعت تصور بشه. خود این هم متغیر ثابت نیست، ولی به هر حال فردی به نام نبی به هر حال میره یک تجربیات از جنس دیگری غیر از جنس مثلا علوم تجربی میکنه یا فلسفه. ولی به محض اینکه همون نبی، همون پیامبر میاد این رو بیانش بکنه، این بلافاصله زمینی میشه، چه بخواهد چه نخواهد. اولین قالبی که اون حرف رو توش میریزه زبانه. خود زبان شما میدونید چقدر بار فرهنگی و فکری پشتش و تاریخی برابر نشسته. برابر فلاسفه زبان خیلی خوب این رو نزن. بعد آغشته میشه
به فرهنگی که درش بار اومده، بینش علمی که داره، دینی که داره. به همین دلیل شما مثلا حالا اسلام که پیامبر بزرگش در واقع تجربیات بزرگی هم کرده، ولی به محض اینکه آمده در قرآن این رو بیانش کرده، اول همه ریخته شده در قالب زبان عربی. خود زبان عربی، اگر همین تجربیات در قالب زبان فارسی ریخته میشد یا آلمانی یا انگلیسی، مطمئن باشید بسیار تفاوت داشت. ثانیاً پیامبر به عنوان یه فرد قرن هفت میلادی و عرب در بین قبایل عرب، لاجرم بیان اینها متأثر شده از دانشش در اون عصر، از فهمش از جامعه، روابط قبیلگی اون جامعه، و لا بلای قرآن این رو میشه دید. و به هم دلیلم اینها واقعا همون ظاهر و عرض ادیانن، اون گوهر و جوهرش که تجربیات ناب پیامبران است، اون رو باید در واقع با زبان دیگری فهمید و در بند این ظواهر نمون. به هم دلیلم واقعا مثلا این احکام فقهی و شرعی که آقایون فکر میکنن اصل دینه، و در واقع به قول وایت هد یک مغالطه کنه و وجه میکنن، که تازه خود اینا 90% احکام جاهلیته، یعنی احکام فقهیست که بین اعراب قبل از اسلام رایج بوده، و اینها کاملا قشری ترین و سطحی ترین لایه های یک دین باید محسوب بشه. و متاسفانه تاریخ اسلام به گونه حرکت کرده که اینها اصل قلم داد میشه. خیلی سخته که شما مسلمین رو الان قانع کنید به اینکه آقا این عرضیات دین رو یک کمی آسونتر بگیرن، رهاش کنن و عقل بشری رو اجازه بدن که دستاوردهاش حرکت بکنه. میبینید دیگه پدیده های مثل داعش یا آقای خامنه ای یا غیره از دل همین تفکر دبه. میان بیرون. جالبه شما با عنوان فیزیکدان سعی میکنید که متافیزیک و فیزیکو به هم آشتی بدید. من اینجوری شاگرد هایزنبرگ هستم. خب میدونم، میخوام ببینم که چه فایدتی آخه از این حاصل میشه. فکر میکنید مفید باشه؟ یعنی کمکی بکنه؟ واقعا حالا اصلا نمیخوام دنیای فلسفه رو با دنیای علوم تجربی فکر کنم که یک متدولوژی ان. نه، قطعا دو متدولوژی ان. یا دنیای عرفان رو و کشف و شهود عارفانه رو فکر کنم که میتونم به سبک آقای مهندس بازرگان مثلا تبدیلش بکنم به فرمولای فیزیک و شیمی. نه، اصلا همچین دیدی ندارم و خوب آگاهم به این که این حوزه ها از هم به لحاظ متدهای معرفتی جداست. یعنی متدی که معرفتی که شما در فلسفه میری کسب میکنی متدهای خودشو داره که با متدهای علوم تجربی اختلاف داره. ولی عرضی که من کردم این بود که آنچه که طبیعت و ما بعد طبیعت ما مینامیم، با توسعه یافتن معرفت‌های گوناگون ما، فهم محدودیت‌های هر معرفت در هر حوزه‌ای، چه علوم تجربی باشه، چه فلسفه باشه، چه عرفان باشه، چه ریاضی باشه، چه غیره، این حوزه‌ها عرضم این بود که مقداری حتی این مرز طبیعت و ما بعد طبیعت جا به جا میشه. مثلا فرض کنید پدیده خواب. خواب خب پدیده است که هر کسی تجربه میکنه و در اون چیزهایی رو میبینه، صحنه‌هایی رو میبینه، نکاتی رو لمس میکنه یا حتی آینده‌هایی رو گاهی ادراک میکنه که اصلا از جنس طبیعت به نظر نمیاد. ولی منشأ مادی داره دیگه. ولی امروزه میخواستم همین عرض کنم، ولی امروزه مثلا با رشد دانش در مغز، اگرچه خیلی پیچیدگی ها داره، خیلی پیچیدگی ها داره، هنوز هم راه درازی داره، ولی خب بخشی از این در واقع میشه گفت دیگه حالا به ما بعد طبیعت تعلق نداره، به طبیعت تعلق داره. از این حیث البته آقای میبودی، یه خود من در واقع به فلسفه مثل کواین دارم نزدیک میشم که قائل بود همه چیز قابل تحویل به ذرات در نهایت. بله. یه خود بینش فیزیکی منم تو این تاثیر داره. من توی فیزیکم سالهاست روی بخش فیزیک تئوریک جایی که کار میکنم همین حول و حوشاست در واقع. بیچاره آدم هایی که مثل آب راکدن، انسان مثل رودخانه است، دائما باید
در حال حرکت و در حال تغییره. از این بابت باید همه ما خوشحال باشیم. اما برخی هستن که هنوز بعد از 40 سال در همون زمینه های تفکر قدیم مولد و تفکر. به قول اقبال لاهوری که ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. خب برگردیم به خاطرات. اینا لازمه همینان رو برای اینکه اندیش های امروز آقای دکتر سازگارا رو بشناسید، قبلا چجور فکر میکردن، خیلی کمک میکنه به درک بهتر ذات اون روزها و طبیعت انقلابی که در میهن و مملکت ما رخ داد که واقعا یه حادثه مدهش بود. امروز داریم پیامدهاش رو میبینیم. آقای دکتر سازگارا، بار گذشته رفتیم به سراغ نیروگاه اتمی بوشهر، گفتگوی شما بود با مدیر این نیروگاه. در گذشته میخواستم ببینم که در اون زمان علل اصول مثلا شخصیت های مثل شما راجع به فناوری هسته ای چی فکر میکردید. بحثمون رو اجازه بدید که پی بگیریم. بفرمایید. بله، به هر حال اون بار فکر میکنم در زوایای مختلف صحبت کردیم، هم آقای دکتر فریدون صحابی که من خلاصه حرفم این بود که مدافع تصمیم دولت موقت آقای مهندس بازرگان بودم که پروژه بوشهر رو تعطیل کرد و اون رو اقتصادی تشخیص نمیداد و مفید هم به حال کشور نمیدونست. و البته عرض کردم بعدها آقای امراللهی بعد از استعفای دولت موقت رئیس سازمان انرژی اتمی شد در زمان جنگ، ایشون به نوعی آقای هاشمی رفسنجانی رو قانع کرد به اینکه نیروگاه بوشهر رو دوباره راه بندازن و با پلوتونیوم 209 که ممکنه تولید بکنن مثلا سلاح هسته‌ای هم میشه به دست آورد، که توضیح دادم همون موقع هم آدم‌های دانا و هوشیاری مثل اون متخصص خود سازمان انرژی اتمی زود هنگام فهمیده بود که این راه به ترکستانه و استفاده داد از اون سازمان رفت. البته پیش ما هم در صنعت نیامد. چی؟ من اسم ایشون رو متاسفانه الان خاطرم نیست، اگرم بود شاید بهتر بود نمیگفتم. بنابراین منشأ تمام این گرفتاری های بعدی ما و این پروژه خیلی بنابراین هزینه بر برای ملت ایران آقای امراللهی بود در زمان آقای هاشمی. در زمان ریاست ایشون استارتش دوباره زده شد، ولی بعدن ایشون هم تعویض شد و استاد دانشگاه پلی‌تکنیک بود ایشون. ایشون هم عوض شد و رؤسای بعدی دیگه دنبال کردن، و به نظر من اینجور با اصرار دنبال کردنش به قیمت میلیاردها دلار خسارت به کشور دیگه به زمان رهبری آقای خامنه‌ای برمیگرده و ایشون دیگه رها نکرد این پروژه را با هوس تولید سلاح هسته‌ای و این طور مملکت رو گرفتار کرد، میلیاردها خسارت به کشور زد و واقعا هزاران فرصت رو از کشور ما گرفت. آخرش هم هیچی به هیچی، یعنی آخرش هم همه اون کارهایی رو که با این همه هزینه انجام شده بود، اولا قیمتش رو هم 20-21 میلیون دلار بیشتر این 10 تن اورانیوم غنی شده نمیارزید که تحویل روسا دادن، همه هم تعطیل کردن با فشار تحریم و خواست 5 به اضافه 1 و برگشتن به نقطه اول، چیزی که از روز اول هم آدم‌های دانا می‌فهمیدن که به جایی نمی‌رسه و دلشون هم خوشه که فرض کنید 5060 دونه سنتریفوژ واقعا قارقارک، یعنی با یک سوظرفیت تو نطنز داره کار می‌کنه، در حالی که اگر از روز اول شفاف روشن مثل آدمیزاد با همین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت کرده بودم بدون 18 سال پرده پوشی و مخفی کاری، همین مقدار سنتریفوژ رو اجازه ممکن بود بهشون هم بدن داشته باشن، ای بسا نسل پیشرفته تر و بهتری هم منتها حساب شده بود نظارت و اعتماد دنیا رو جلب کرده بودن. نه الانی که اینطور سر هر پیچ مملکت آژان گذاشته دنیا و تمام زوایای تجارت و صنعت و فنی کشور رو باید کنترل کنن تا یک دهه و بلکه در پاره زمینه ها دو دهه آینده
برای اینکه مبادا دوباره این رژیم غیر شفاف و استبدادی به سراغ و ناراحت و تروریست پرور به سراغ ساختن سلاح هسته‌ای بره. آقای دکتر سازگارا، اون دکتر امرولایی چه سرنوشتی پیدا کرد؟ استاد دانشگاه پلی‌تکنیک ایشون بود و فکر کنم هست، اگر حالا بازنشسته نشده باشه، به هر حال احتمالا هنوز در دانشگاه درس میده. او هم به نظرم به هر حال اتفاقا قائم مقام آقای دکتر فریدون صحابی بود موقعی که آقای دکتر صحابی استاد دانشگاه تهران بود. آقای دکتر صحابی اون موقع رئیس سازمان انرژی اتمی بود. آقای امرولایی هم از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا و کانادا بود ایشون. من هم میشناختم ایشون و میشناسم. بعدن با استعفای دولت و رفتن آقای دکتر فریدون صحابی، ایشون موقتا سرپرست اون سازمان شد و بعدن هم رسما سرپرست اون سازمان شد، ولی بعدن هم ایشون تعویض شد دیگه، جاشو به آقای آقازاده داد، مهرعلی‌زاده، نمیدونم صالحی و چندین و چند نفر بعد از او آمدن دیگه. ولی دیگه این پروژه حتی از دست سازمان انرژی اتمی هم بیرون اومد و نیروگاه بوشهر خیلی دیگه اصلا به کار مناقشه دنیا نیومد، برای اینکه روسا وقتی اومدن راه انداختن که به غرب تعهد دادن چرخه سوخت رو کنترل کنند. بنابراین بوشهر دیگه از حساسیت مقداری رفت بیرون، جز اینکه فقط یه بار سنگین هزینه‌ای و غیر اقتصادی هست. من پریروزا آقای میبودی طرحی رو مطالعه میکردم، باور میکنید از آشغال تهران، کاری که در واشنگتن دی سی کردند، از زباله ویست تو انرژی بهش میگن، از زباله واشنگتن دی سی غیر از اون به اصطلاح ریسایکلیاش که ارزش داره قیمت داره، اوناییش که دیگه نمیشه بازیافت بشه و باشه میسوزونن و نزدیک 400 مگاوات برق میگیره و زباله تهران، فقط زباله تهران شاید دو برابر نیروگاه بوشهر، نزدیک به 2000 مگاوات سرانگشتی من حساب میکردم میشه ازش برق گرفت. و مشکل این زباله هم که تورای جاجرود بریزن و نمیدونم دریاچه آلوده بشه اینا حل میشه. یعنی با یک پنجم هزینه‌ای که در همین بوشهر شده، واقعا با یک پنجم هزینه‌ای که چارلا پهنا تو همین بوشهر شده، میشه فقط از زباله تهران همون مقدار برق رو گرفت، دو برابر همین یه دونه نیروگاه برق گرفت و یه مشکل زیست محیطی و مملکتی رو هم حل کرد و هیچ احتیاج به این همه هزینه نبود. ضمن اینکه مملکت ما اصلا هم آفتاب فراوان داره، هم در بسیاری نقاطش نقشه بادهاشو بذار نیرو داره برده، باد مناسب داره، انرژی های جدید و هم گاز لایزالی داره، اولین مخزن گاز دنیاست و هنوز هم ارزون ترین برق با احتساب سرمایه گذاریش نیروگاه سیکل ترکیبی گازیه. کاملا درسته. تشکر. واقعا باید به نظر من اگر آقای خمینی در تاریخ به سه دلیل دست کم مورد نفرین تاریخ واقع خواهد شد و کارنامه منفی به دستش خواهد داد تاریخ، یکی گروگانگیری است، یکی جنگ و اون ادامه به خصوص جنگ و عدم پیروزی در جنگ، و سومی هم کشتار زندانیان سیاسی به خصوص در سال 67. همین سه تا کافی است به نظر من. من به سایر وجوه کاری ندارم که تاریخ از آقای خمینی بسیار به تلخی یاد خواهد کرد. از آقای خامنه‌ای به نظر من دست کم دو موضوع تا اینجای کار هست که تاریخ بر او نخواهد بخشید. یکیش همین پروژه هسته‌ای است که این طور بی حاصل و زیانبار یک کشور رو بی حساب به کام بحران برده. یکم به نظر من سرکار آوردن احمدی نژاد و سرکوب جنبش سبز، کودتا انتخاباتی و این گرفتاری بزرگ رو درست کردن برای کشور. فکر می‌کنم دست کم این دو موضوع از دوره آقای خامنه‌ای، البته ده‌ها موضوع دیگه هم است، ولی تاریخ به ایشون نخواهد بخشید این دو بلای بزرگی رو که سر این کشور ایشون آورده. تشکر. اما برگردیم، همین هم نهادهای قدرت در ایران تقسیم شدن
بین چندین گروه در همون روزهای نخست انقلاب در میدان عکا که میدونیم مجاهدین حضور دارن، جالبه فدائی ها و گروه های چپ بیشتر به تلویزیون علاقه نشون میدن، در تلویزیون هم صاحب قدرت و نفوذ شدن و در دادگاه های انقلاب هم حزب توده خیلی فعال شده، بسیار فعال شد. آقای دکتر شما اما رفتید به میدان ارگ. بله من دیگه در مقطعی بود که گروگانگیری انجام شد، دولت آقای مهندس بازرگان استعفا داد، آقای مهندس صباغیان وزیر کشور ایشون و آقای دکتر یزدی وزیر خارجه ایشون اومدن به جمع هیئت دبیران نهضت آزادی ایران اضافه شدن. قانون اساسی با 75% رأی مردم پیشنویسش که دیگه حالا ولایت فقیه هم توش بود به تصویب رسیده بود، بنابراین باید انتخابات ریاست جمهوری انجام میشد. در درون نهضت آزادی از مدتی قبل تو اون شورای مرکزی ما کشمکشی داشتیم که یه 10-12 نفر به ریاست آقای مهندس صحابی، در واقع میشه گفت چپتر از آقای مهندس بازرگان و بقیه اعضای شورا بودیم و موافق نبودیم آقای مهندس بازرگان کاندیدای ریاست جمهوری بشه. بیشتر هم دو دلیل داشتیم، یکی خیلی حالا مشی ایشون رو قبول نداشتیم، یکی اینکه فکرم میکردیم رأی نمیاره با اون جو سنگینی که علیه مهندس بازرگان تو اون فضای تبالود انقلابی و چپروانه و رادیکال شکل گرفته بود، فکر کردیم که زایم میشه. به هر حال بحثای داغی هم بود تا جایی که آماده شده بودیم که اصلا از نهضت آزادی انشعاب کنیم، ولی حادثه گروگانگیری باعث شد که دست نگه داشتیم. تو خودمون هم صحبت کردیم، گفتیم این نمیشه که هر روز از رادیو تلویزیون میخونن دانشجویان خط امام اون افشاگری ها رو نوار به هم میچسبونن، کاغذ ریش شده رو هر روز میان یه فوشی میدن یه چیزی میخونن و صبح تا شب دارن تو مملکت میگن که این آرمانس بازرگان و نهضت آزادی آمریکایی ان و جاسوس ان و غیره، ما هم انشعاب کنیم و این مروت نیست، انصاف نیست، این حرفا رو هم قبول نداریم. این است که دست نگه داشتیم و تا نزدیک 6 ماه بعد هم این کار رو نکردیم و در کنار بقیه دوستان ایستادیم برای برخورد. ولی دیگه از نهضت آزادی تقریبا توافق شد که کاندیدایی نباشه، الا اینکه غیر مستقیم آقای دکتر حبیبی رو که ایشون هم گاه و بیگاه در جلسات شورای مرکزی نهضت شرکت میکرد و به قول خودش میگفت من هیچ وقت عضو نهضت آزادی نبودم، جوانیش ایشون عضو جبهه ملی دوم بوده، ولی همیشه در بزنگاه‌های نهضت حضور داشتم. آقای دکتر حبیبی تقریبا کاندیدایی شد که بدون اعلام رسمی همه ما هم ازش پشتیبانی میکردیم. خودش باشه تایی ذهنتون کی بید؟ منم آقای دکتر حبیبی رو قبولش داشتید؟ اونو قبول داشتید؟ بله بله، مرد بسیار افتاده، به قول آقای طالقانی میگفتش که از بس که شاخه های علمی ایشون سنگینه سرش خیلی رو زمینه، مرد آرام و حقوقدان و افتاده ای بود. این همون حبیبی است که بعدا رفت توی کار دارو و واردات دارو به ایران یا نه؟ اونا دیگه بعدنه، منم شنیدم واقعیتش های میبودی شخص آقای دکتر حبیبی این حرفا رو من هم بعدها، البته شاید 1 دهه بعد از حول و حوش همسر ایشون پخش شد که بله. در کار دارو بوده، ولی خود دکتر حبیبی تا آخر عمر هم از اون بچه تهرانای خیلی با معرفت و اصیل بود. یک بار حالا که صحبت ایشون شد اینو عرض کنم، یک بار سالها بعد که ایشون عضو شورای نگهبان بود، فکر میکنم انتخابات مجلس پنجم یا هفتم اگر حالا حافظم اشتباه باشه، که اون هفتم بود که اون رد صلاحیت های گسترده رو کرده بودن، میگفتن دکتر حبیبی توی شورای نگهبان اعتراض کرده بود که آخه یعنی چی اینجوری شما رد صلاحیت میکنید و اینها، مثلا این دوره مجلس که آقای جنتی خودش هم رد کرد. ظاهرا یکی دو تا از روحانیون اون جمع به طعنه و با متلک گفته بودن که شما مثل که تو باغ نیستی آقای حبیبی و
این هم یعنی این اول پیش نویس قانون اساسی رو ایشون نوشت نیست؟ بله بله، در فرانسه ایشون نوشته بود.